معمل آمریکایی جوونیه که آرزو داره به آمریکا بره، اما برای گرفتن ویزا نیاز به زامن داره. معمل ماشین زنی به اسم نسرین رو میدزده و دعوتنامه ای از آمریکا تو اون پیدا میکنه. ماشین رو به صاحبش پس میده و با اون دوست میشه. مادر نسرین زامن معمل میشه، اما بعد از مدتی میفهمه که زن مادر نسرین نبوده و زن خوشگذرونیه که به دنبال مرد هاست. بخشایی از فیلم معمل آمریکایی رو با هم تماشا میکنیم. بیخ گوش من اتفاق افتاده باشه من خبر نداشته باشم. یعنی شما میخواین منکر زدن کلید و روشن شدن لامپ بشین؟ ابدا. مگه ممکنه منکر دغلبازی نسرین و سرکار شد که با نقشه قبلی میخواستیم با هم ازدواج کنیم؟ اگه بخواین میتونین این کار خیر رو که اینقدر براش سینه میزنین انجام بدین. تانکیو. میبینی مامی چقدر روشن فکر امروزیه. داشتن چنین مامی خوبی رو به تبریک میگم. ولی پیش از اینکه تصمیم به چنین کاری بگیرید باید بهت بگم اگه نسرین رو به خاطر ثروت و مکنت من میخوای اشتباه میکنی. ثروت اصلا به قیافه بنده میاد؟ من فقط نسرین رو به خاطر خودش میخوام و بس، البته با اجازه شما. حالا که به ثروت من چشم نداری پس بهتره بهت بگم نسرین دختر من نیست. متشکرم. میبینی مامی واقعا فرشته است. با رضایتشون با ازدواج ما همه یه کارا داره درست میشه. شما چی گفتین؟ گفتین نسرین دختر شما نیست؟ بله. کاش که اینو از اول بهت میگفتم. این درسته که تو دختر مامی نیستی؟ من وای سرم ترکید دیگه، قاطی کردم. آخه چطور میشه نسرین دختر شما نباشه؟ آدم پس به کی میتونه اطمینان کنه؟ به کی؟ ببین چطور دامن یه مهندس یو اس ا رو لکه دار کردن. اگه نسرین دختر شما نیست پس تو این خونه چی کاره؟ فقط یه وسیله، یه حقوق بگیره تو جوانا رو بیاره بندازه تو دامن خانم ها هیچ وقت هم دم نزنه. چی؟ که اصیبه، که پول نداری، که باید دار باشه تا خانم که ایفا کنن. حالا که دم در بردی و داری از زندگی من سوء استفاده بکنی میتونی انتخاب بکنی. من انتخابامو کردم. بدون این تجمل زندگی باسمه یه میشه زندگی کرد. نسرین wait a moment please. Wait. رفتش پس قضیه یه لامپ و پیریز چی میشه؟ یا من به اضافه همه چیز یا اون. البته که شما یعنی آمریکا. اما اجازه بدین آخه دختره رو نمیشه این وقت شب اونم با لامپ روشن ول کرد تو شهر. اگه اتصالی بکنه ریش ما گیره. هیل که دوست دارم. یس یعنی منم آی لاف یو. این رو سرت باشه تا من همین الان کامبک کنم قربونه برم. الان برگرد. نسرین ای داره بیدن نکنه فیوز. ای یا بابا فیوز پر. فیلم کمدی شیر تو شیر با بازی فخری خردوش و پرویز کاردان محصول سال 1351. داستان راجع به کبرا با بازی فخری خردوشه که بعد از دو بار ازدواج ناکام به خونه برادرش برمیگرده. کبرا به عقد رجب علی با بازی پرویز کاردان در میاد. تو همون شب اول ازدواجم رجب علی رو از خونه بیرون میکنه و رجب علی هم به یه شهر دیگه فرار میکنه. بخشایی از این فیلم رو با هم تماشا میکنیم. حالا هاپک رو چیه تیم؟ باشه رو دونه تو رو یه یارو دیریپ که دونه چیه باره چیه باره چیه باره چیه باره چیه باره چیه باره به جناه چپ. بله جناه چپ. تمام اعضای تیم در زمین حریف هستن. بازی با اون چیه باره هجده قدم گذشت. ها شوت. آه نشد. یه موقعیت دیگه. حمله. وای وای توپ به دفاع میخوره و کورنر میشه. چه موقعیت طلایی است اصلا. مدافعین و مهاجمین در محوطه 18 قدم جایگیری میکنن. فوروارد ها در التهاب یک پیروزی چشمگیر. کورنر از جناح راست روی دروازه حریف. درگیری زیاده. بازی بوی خشونت میده. عجب حریف سمجیه ولی دفاع تیم به شدت مقاومت میکنه. حالا میبینیم که دو یارو دیریپ تندی میده و جلو میره. ها شوت گل 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 وای گل پیروزی. گلی که همه در انتظار اون بودن. واقعا پیروزی چه شیرینه. تماشاگر از شدت شوق میپا میده. سفری بود. فیلم دختر شاه پریون درباره دزد جوونیه که قصد سرقت کلکسیون دختر ثروتمندی رو داره.
دزد جوان عاشق دختر میشه و اجازه نمیده که همدستش کلکسیون اونو بدزده. بعد از یک سری ماجرا سرانجام دختر دزد جوان رو به مرد دیگه‌ای که خواستگارش ترجیح میده و با اون ازدواج میکنه. بخشایی از این فیلم رو با هم تماشا میکنیم. باور کن آه تو بساط نداره ماما، دلم میخواد دختره رو مثل هلو قورتش بدی و پدرت رو نجات بدی. ماما ندید فرشته تو مشتم. اتومبیل حاضره چطوره؟ اوکی میزنه میزن اوکی ای ام ریدی تو ام ریدی فقط فرق کفشاشو چیه؟ زنها اینقدر که به جیب مردا نگاه میکنن در بند کفشاشو نیستن. بازم که دستمال کفش پاک کنه تو جیب من نذاشتی. من میارم، الان میارم. قر نزن ای بیچه، قر نزن، قر نزن پسرم، پسر دل بندم. کفشات خوب برق نیفتاده. نائم پاپا امشب برای من شب بزرگیه. بذارم پاپا من به طور زد کلودیا کاردیناله رو. فرشته که چیزی نیست. آفرین پسرم، مرحبا به تو. حالا من پاک کرد پاپا؟ نه نه پسرم نه. یس یس پاپا. نه پسرم. یس یس. نه پسرم. حالا من پاک کرد پاپا. یس یس پاپا. ای تو این شده چی بود؟ پاپا ملکه لذت روش رفایی چی به سر تو ما خدا مرگم بده؟ من یه همچین شب بزرگ مهم نیست، برق کفش من مهمه. کلاش جون، کلاش چیزی نشده، فقط خام کلاش. میتونیم بریم. منو بلند کن. کلاش یه جایی سر پا چی کسته؟ دکتر خبر کنید. دکتر خبر کنید. دکتر پیدا میشه اما فرشته آخ دیگه پیدا نمیشه. اول به منزل فرشته تلفن کنید. توی فیلم در آخرین لحظه که تو سال 1352 ساخته شده، فرهاد و طاهر دو تا دوست و شریکن که با هم کاباره‌ای رو اداره میکنن. فرهاد به دختر خوش‌صدای دل میبنده اما طی اتفاقی توی سفر معلول میشه و از ترس اینکه نازی اون رو با معلولیت قبول نکنه بر نمیگرده. از طرفی طاهر به نازی علاقه مند شده اما به علت علاقه نازی به فرهاد دوستش رو پیدا میکنه و به نازی بر میگردونه. بخشایی از فیلم در آخرین لحظه رو با هم تماشا میکنیم. خیلی خوب، تو همه کارات عجیب و غریبه. تقصیر خودته. بیبی چی میگم مادر؟ دیگه چی میگی؟ خوب خواستگاری کنی یا؟ خوب و بعدش کدومه دیگه؟ پناه بر خدا چه چیزا آدم میشه. براسی بیبی چی میگم مادر؟ میذاری برم یا نه؟ مادر ای بالا خانم باور کنین که طاهر خان برای من خیلی عزیزه. اگه میتونستم با کمال میل پیشنهادش رو قبول میکردم. گرفتاریتون چیه؟ آخه من نامزد دارم. واه دختر جون به بخت خودت پشت پا نزن. خاله جون چرا نمیخواین بفهمین؟ من به اون قول دادم، براش قسم خوردم. دختر واسه کسی بمیر که اقلا برات تب کنی، نه واسه اون حق بازی که سرت کلا گذاشت و رفت. بله گناهشو نشور خاله جون، از کجا معلوم که بر نگردی؟ بعد از 6 ماه معلوم میشه خیلی خوش باوری. اون بی عاطفه از همون روز اول واسه خوشگذرونی خودشو عاشق تو نشون داد. خاله جون چرا پرت و پلا میگین؟ نظر دهنمو وا کنم، اگه منظورش خوشگذرونی و سرگرمی و تفریح نبود چرا وقتی خرش از پل گذشت رفت و دیگه پیداش نشد؟ بس کنین دیگه خاله جون. خب دیگه پس من زحمت رو کم میکنم. ای با این که خیلی بد شد یه چیزی میل کنی. قربون شما دیگه باعث زحمت نمیشم. مرمت روزی چه زحمت؟ خانم من شرمنده شما و طاهر خانم، به کسی دیگه ای قول دادم. من نامزد اونم، خودتون که میفهمید. فیلم شب آفتابی که تو سال 1356 ساخته شده از این قراره که نصرت بعد از آزادی از زندان با دوستش قوام قرار میذاره تا قوام کسی که به نامزد نصرت حد که حرمت کرده رو به قتل برسونه. نصرت هم در عوض عموی قوام رو که ثروت پدرش رو بالا کشیده و قصد داره با مادرش ازدواج کنه بکشه. بخشایی از فیلم شب آفتابی رو با هم تماشا میکنیم.
میره خاص برام زنگیره هی ما را برد آوردش بابا هیشکی نشد و پسندش دری را دیداری را نصرت کی اومدی ننه کجا بودی مادر الهی که فدای اون قد و بالای رشید بشم مادر الهی که فدای اون هیکل قلمیت بشم ماما و ماما ماما شده بچه نگرشتی نگرشتی نگرشتم عزیز بیا بیا که دلم واسه قرائت وارد یه ذره شده مرگم زلیل نشی الهی بزن یه دقیقه ببینم مرگم یه چشم بیا 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 قسمت من شد یه زنه امروزه اما در عوض چون پلنگ و یوزه مردی که رو ببین چه بد سیبیله خانوم عزیز کذیب شده طویله مردی که این لباس چیه پوشیدی خانوم عزیز گاوار رو ندوشیدی زود باش برو برسون گندم رو بچوپون گوسفنده رو او بده بابا خودتو کمی تو بده دیلی رای دیلی رای دیلی رای کجا بودی مادر؟ چشم من به در سفید شد این دل و فاموندم پوسید تا برگشتی دیگه خلاص شدم مادر دیگه خلاص شدم خب تعریف کن ببینم چه خبرها تو این چند ساله کی رفته کی مونده حلوای کیا رو خوردی عزیز راستی از عروسمون نگفتی لیلا خانم حالش چطوره خوب ازش حفظ و حراست کردی؟ تو نامه آخری واسهش نوشته بودم خوش نرم دیگه تو خونه بابا علی بمونه قربون دستت تو زندون شنافته بودم یکی دو دفعه رفتن تو اون خونه با دود و دم را انداخته بودم گفته بودم لیلا دست پاشو جمع کنه و بیاد پیش تو عزیز چی شده چرا حرف نمیزنی؟